سلام بچه ها، عصرتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما یه 10 دقیقه یه رو بی امروز دیر شروع کردیم باز کلاس رو، میگم چون جلسات اوله، یه مقدارم اینترنت مشکل داشت، اتمنه داشتیم اون رو درست میکردیم تا بعدش بریم سراغ کلاس. اگر الان صدا تصویر همه چی دارید و مشکلی نیست، لطفا همه تون یه پیام به من بدید، من ببینم همه اومدن. لطفا همه یه پیام به من بدن ببینم مشکلی نیست. فقط این که لطفا فیلتر شکنتون خاموش باشه، با یه مرورگر درست حسابی وارد کلاس بشید مثل کروم یا سافاری. و اینکه اگر مشکلی نیست تو قسمت باکس سوال یه دونه پیام برای من بفرستید. و الان دیگه اوکی، اون قطع وصل میشده ولش کن، اونو ما خودمون چون اینجا داشتیم تست میکردیم اینطوری شد و همون خاطرم گفتم یه مقدار دیرتر شروع کردیم. خب امیدوارم جزوه رو گرفته باشید بچه ها. امروز دیگه حالا ما جلسه های قبلمون بیشتر آشنایی بوده، ولی امروز به طور رسمی جلسه اول کلاس ما. این صدا رو اگه میشه این اوکیه بچه ها، مقدار میگن صدا ضعیفه. خب ما امروز دیگه به طور رسمی جلسه اول کلاسمونه، مطالب رو میخوایم شروع کنیم به درس دادن، همه چیزهایی که هست رو دیگه میگیم از این هفته. مرسی. از این هفته تکلیف دارید، خیلی کارا رو باید انجام بدید، جزوه رو باید دریافت کنید اگر کسی هنوز دریافت نکرده، و دیگه به همین روال پیش میریم. امیدوارم که همه چی اوکی باشه. خب پیاماتونم دیدم و اوکی همه چی، فکر میکنم همه گفتن اوکی، یکی دو نفر گفتن صدا ضعیفه، احتمالاً از سیستم خودتونم ضعیف باشه. اون سیستم خودتون رو چک کنید، یه مقدار صداشو قوی تر کنید بچه ها، یعنی بیارید بالاتر صداشو. خب بچه ها ما درس رو بهتون روز اول گفتم، گفتم ما کل درسی که میخوایم بدیم ایناست. نگاه کنید، من یه توضیح کلی خیلی سریع میگم. ما برای رشته تجربی و رشته ریاضی کلاس داشتیم. خب من کتاب ریاضی 1 رو، یعنی ریاضی 10 رو، چون هر دو پایه دارن، بعد تجربی ها یه ریاضی 2 دارن یه ریاضی 3، رشته ریاضی یه حسابان 1 داره یه حسابان 2. من این کتاب رو کامل درس میدم به صورت تستی، این کتاب رو کامل درس میدم به صورت تستی، کتاب 12 و تستیشو میگیم، تشریحش هم میگیم، چون یه عده امتحان نهایی هم دارند. خب به این خاطر کتاب سومیه رو تستی و تشریحی بهتون میگیم. این هم یه موضوع. و اینکه حالا بچه ها درس هندسه گسسته و آمار احتمال رشته ریاضی با من نیست، حسابان ها و ریاضیتون با منه. شما دوتا معلم ریاضی دارید همونجوری که تو مدرسه دوتا داشت، اون دومیه من نیستم. طریقه درس دادنمون چیه؟ ما کتابی پیش نمیریم بچه ها، مبحثی قرار شد پیش بریم. یعنی مثلا من شروع کنم تابع گفتن، تابع 10 رو بگم، 11 رو بگم، 12 رو بگم، خب و به همین صورت پیش بریم. الان هم که شروع کنیم تا آخر فروردین کلاس گفتم طول میکشه، یعنی 10 ماه حدودا طول میکشه. یه تقسیم بندی کنید تقریبا بعد من میانگین ماهی 10% درس بدم. خب حالا درسمون رو با چی میخوایم شروع کنیم؟ ما امروز درسمون رو میخوایم با فصل 6 سال 10 شروع کنیم. این جزوه رو همه باید گرفته باشن. جزوه رو بیاید با هم دیگه یه بررسی کنیم چی داره. ببینید یه قسمت درسنامه داره، حالا این قوانینش که چی شما میخونید، یه قسمت درسنامه داره که شامل مثالاییه که من حل میکنم، یه سری تست آموزشی داره بعد از مثالا. ببین چقدر مثال میخوام حل کنم. مثالا که تموم شد بعدش شما میرسید به تستای آموزشی. نگاه کن اینا همه تستای آموزشیشه که سوالای کنکور چند سال اخیر رو همه رو تو خودش داره، آزمونا، کتابا، سوالای مهمش. بعد یه بانک تست داره این جزوه بچا که بانک تست میشه تکالیف شما. من بانک تستم هم حل ویدئویشو بهتون میدم، ولی بانک تست منو بزنی انگار خیلی ساز مهرما قلمچی گاج همه رو تست زدی، چون از همه شون تستای خوبشون رو تو این بانک تست گذاشتم. اینا
بانک تست میشه کارهایی که تو خونه میکنی که باز من حل ویدئویش رو بهتون میدم و تکالیفته. بعد حالا یکی ممکنه بگه آقا اگه کنکور خیلی سخت شد چی؟ اگه من خواستم خیلی سطح بالاتر تست بزنم چی؟ بعد از اینکه این کارا رو کردی تو این جزوه یه موضوعی هست به اسم توانسنج. بچه آزمون‌های توانسنج دیگه در حد اونیه که میخواد تا 120 درصد خودش آماده کنه، فراتر از درس و سطح کتاب. خیلی میخوای بالاترش هم یاد بگیری باز گذاشتم، یعنی جزوه سطحاش کامله، اگه کسی بخواد بخونه از 0 تا 120 نه 0 تا 100 تازه. خب دیگه اگر موافق باشید بریم سراغ درس. همه این جمعیتتون با این تعداد پیام ها نمیخونه، همه به من یه پیام بدن میخوایم درس رو شروع کنیم. و اگه دوستی کسی آشنایی داری که قرار بوده سر کلاس باشه نتونسته وارد بشه یا فکر کرده کلاس امروز نیست بگه، یعنی مثلا بهش اطلاع بده. کلاس هم بچه ما اگه بخوایم لغو کنیم من تو کانال خودم اطلاع میدم. کانالایی که شما بعد عضو میشدید اینا بود، یکیش ادسان ریاضیتی تو کانال تلگرام، خب که این کانال اصلی منه. یه دونه هم داریم برای فیلماس، ریاضیتی ویدیو، که بچه ها کل حل تکالیفتون اینجاست، تکالیفتون حلش اینجا قرار میگیره. این دوتا رو شما باید عضو باشید. اینم شماره پشتیبانی، شماره 0910 380 44 23. بچه ها از طریق این شماره میتونید توی واتساپ پیام بدید، هم جزوه ها رو بگیرید، همین که کلا کاراتون رو انجام بدید دیگه. سوال چیزی داشتید اونجا میتونید بپرسید. خب دیگه میخوام برم سراغ درس، برای امروز این نکات کافیه. من پر شده جزوه رم بچه ها در اختیارتون قرار میدم. خب روی همین سایت توی قسمت فایل ها جزوه قرار میگیره پر شدش، توی سایت قسمت فایل ها. خب چیه من نوشتم چه بد خطم نوشتم. خب درس رو شروع میکنم. راجع به درس، ما درس رو میخواییم با اصل ضرب و اصل جمع شروع کنیم. خب اصل ضرب و اصل جمع چیه؟ ما میگیم ببینید فصل 6 سال دهم این موضوع ما هم میخواییم درسش رو شروع کنیم. اصل ضرب و اصل جمع چیه؟ میگیم اصل ضرب اینه اگر کاری از چند قسمت مختلف تشکیل شده بود و بینشون و اومده بود ما از اصل ضرب استفاده میکنیم. چی شد؟ کاری از چند قسمت تشکیل شده بود بینشون و اومده بود ما از اصل ضرب استفاده میکنیم. اگر بینشون یا اومده بود ما از اصل جمع استفاده میکنیم. اصل ضرب به معنی ضرب کردنه، اصل جمع به معنی جمع کردنه. پس گوش کن، هر وقت من یه سری کار داشتم که بینش و گفتم از ضرب استفاده میکنم، یا گفتم از جمع استفاده میکنم. چی شد؟ و گفتم از ضرب استفاده میکنم، یا گفتم از جمع استفاده میکنم. اوکی؟ خب حالا اینجا رو ببین ما دیگه میخوایم درس رو با همین نکته شروع کنیم. کل درس امروز من اینقدر از این قسمت تست میزنم که تو مغزت حفظش بشی. کل درس هم همینه، هر جام سوال داشتید بپرسید، هیچ اشکالی نداره. فرق کلاس آنلاین با کلاس آفلاین تو همینه. و من همیشه توصیه هم به بچه ها اینه که کلاس رو آنلاین ببینن. کلاس ما بچه ها هر هفته یک شنبه ها 7 قرار شروع بشه. حالا یکی دو هفته اول استستان یه ذره دیرتر شروع شد، حالا از هفته بعد اصلا مدل استودیو عوض میشه، ویدیو وال میشه، 3 تا 4 تا مانیتور میشه. خب گوش کنید، بریم سراغ سوالات. بچه ها نگاه کنید اینجا رو خوب گوش کنید. میگه در شکل روبرو جاده های بین شهر A, B, C, D و E است. همه جاده یک طرفن. به چند طریق میتونیم از شهر A به شهر E برسیم؟ خب تو بخوای از A برسی به E، نگاه کن خود سوال گفته از A قراره به کی برسیم؟ از A به E. من بخوام از A به E برسم چه کاری میکنم؟ از A میرم به B، از B میرم به E، یا
از آ میرم به سی، از سی میرم به دی، از دی میرم به این. درسته؟ راه دیگه ای که وجود نداره. ببین من میخوام از آ برسم به ای. یا از بالا میرم میگم از آ برو به بی و ببین این و میگی بینش و از بی برو به ای، یا از آ برو به سی و از سی برو به دی و از دی برو به ای. و گفتیم ضرب میذاریم، یا گفتیم جمع میذاریم. نگاه کن، از آ به بی چند تا راه داریم؟ دوتا. و گفتی ضرب، بی به ای هم دوتا. حالا یا دیدی جمع. از آ به سی چند تا راه داریم؟ دوتا. و از سی به دی سه تا، دی به ای یکی، شد چقدر؟ ده تا. پس تعداد کل راه های من ده تاست. ببین من قراره از آ برسم به ای. من بخوام از آ برسم به ای چیکار میکنم؟ یا از بالا میرم، یعنی میگم آ بی ای، یا از پایین میرم میگم آ سی دی ای. از بالا برم از آ به بی دو راهه، بی به ای هم دو. از پایین برم آ به سی دو تا، سی به دی سه تاست، دی به ای یکیه، که در مجموع میشه ده تا راه. خب یکی دیگه میگه به چند طریق میتونیم از آ به سی بریم؟ مثال بعدی باز دوباره این قبلیه، از آ میخوام به سی برم. من بخوام از آ به سی برم چیکار میکنم؟ میگم یا مستقیم میرم، یا از آ میرم به بی، از بی میرم به سی و هم میگم بینش. درسته؟ بچه ها درسی که گفتم چیه؟ اگر و دیدیم ضرب میذاریم، یا دیدیم جمع. خب آقا آ به سی مستقیم چند حالته؟ آ به سی مستقیم یه حالت، یا از آ میرم به بی که سه تاست، بی میرم به سی که دو تاست، که هفت. پس تعداد کل راههایی که من میتونم از آ به سی برسم هفت تاست. ببین آ به سی مستقیم یه دونه است، پایین از آ به بی، بی به سی، آ به بی سه تاست، بی به سی هم دو تاست، سه دو تا شش تا. خب یه بار دیگه الناس بالایی رو یه بار دیگه میگم. سوال بالایی گفته به چند طریق میتونیم از آ به ای بریم؟ خب من میخوام از آ به ای برم چیکار میکنم؟ آ تو قراره از آ به ای بریم، یا از این مسیر بالایی میری، یعنی میگی از آ میرم به بی، از بی میرم به ای، یا از آ میرم به سی، از سی میرم به دی، از دی میرم به ای. درسته یا نه؟ تا اینجاش که مشکل نداری. حالا دقت کن، من اگه از بالا برم، اگه بخوام از بالا برم، خب کاری که انجام میدم از بالا رفتن به چه صورته؟ از آ به بی دو تا راه داریم، اینا تیک زدم روش، بی به ای هم دو تا، چون بینشون و میگی، میگه از آ میرم به بی و از بی میرم به ای، پس ضرب میذاریم میشه چهار تا. یا گفتی چی میذاری؟ جمع. از آ میرم به سی که دو تاست، سی میرم به دی که سه تاست، دی میرم به ای که یکیه. خب بالا چهار تا، اینم 6 تا میشه 10 تا. اون یکی تازه میگه دارید چی درس میدید؟ دارم درس دین و زندگی میگم، توحید در نبوت دارم یاد میدم. فصل 6 سال دهم. خب مثال 2 میگه به چند طریق میتوان از آ به سی برم. من بخوام از آ به سی برم اینجوریه دیگه، یا مستقیم میرم، یا از آ میرم به بی، از بی میرم به سی. مستقیمم یه راه بود، آ برم به بی، بی برم به سی هم 6 راه، در مجموع میشه چند تا؟ 7. حالا میگه به چند طریق میشه از آ به سی رفت و برگشت؟ بچه ها از آ میخوام برم به سی و برگردم. خب یه سوال، مثلا تو توی اتاقی دو تا در هست، خب استاد سوال دارم از آ به بی چرا شد سه تا؟ بیا برات بنویس. بیا یکی دو تا سه تا، هوایی داره، وسط زمینی داره، پایین زیر زمینی داره، کیمیا. خب سوال سه تا کشیده دیگه، این صورت سواله. مثلا بی به سی رو دو تا کشیده، میگه چرا سه تا؟ از روی اینا میگیم دیگه بچه ها، مستقیمش یه دونه است، این یکی هم یه سه تا داره، یه دو تا، سه دو تا شش تا، اونم یکی میشه هفت تا. خب نگاه کنید بچه ها، حالا میگه به شهر آر از آ به سی رفت و برگشت. ما از آ به سی رفتن رو بلدیم، هفت تاست، درسته؟ الان جواب اینو بخوای اینجوری میکنی، میگی قرار رفت و برگشت. خب
آقا تعداد راه‌های رفتن رو تو الف حساب کردیم 7 تا. خب همون راه‌هایی که میره همون تعداد هم میتونه برگرده، پس برگشتم 7 تا، بینش هم و ضرب میذاری 7 × 7 = 49 تا. توضیح همون فهمیده چی گفتم؟ گفته میخوایم بریم و بیایم، الفش مگه از آبسی نشد 7 تا؟ حالا سارا میگه من 11 هم نمیدونم چجوری برنامه‌ریزی کنم، هم 10 رو بخونم هم 11 رو. سارا بهت آدرس کلاس ریاضی دادن یا کلاس مشاوره؟ یعنی مثلا اول چون قبل از خوندن آدم باید درک پیدا کنه، به نظرت وسط سوال و مبحث جای این سواله که تو پرسیدی؟ تو خودت بگو این جاش الان بود یا نبود. من میگم تو اول توجه کردن به درس رو یاد بگیر، بعد اینو فکرشو بکن که دهم رو بخونی یا یازدهم چه چجوری برنامه ریزی کنی. خب مثال 3 میگه شخصی 4 تا خود داره، 3 تا شلوار، 6 تا کفش، به چند طرف میتونه یه دست لباس بپوشه؟ ببین طبق سوال یک دست لباس از چی ساخته شده؟ کت، شلوار، کفش. بنشم و میگی دیگه، میگی کت میپوشم و شلوار و کفش، نمیگی کت میپوشم یا شلوار یا کفش، چنین چیزی که نمیگی، چون یا بگی که اصلا جواب نمیده. پس میشه کت میپوشم و شلوار میپوشم و کفش میپوشم، درسته؟ خب نگاه کن، کت میپوشم و شلوار میپوشم و کفش. آقا برای کت چند حالت داریم؟ 4 تا. شلوار 3 تا، کفش 6 تا. که اینو حساب کنیم میشه 72. خب اینجا تعداد حالت رو همیشه می نویسن. گرفتی چی گفتم؟ همیشه چی رو می نویسن؟ تعداد حالت. گفته شخصی 4 تا کت داره، 3 تا شلوار داره، 6 تا کفش، به چند طرف میتونه یه دست لباس بپوشه؟ یه دست لباس از چی ساخته شده؟ یه کت و یه شلوار و یه کفش. خب یه کت بخواد انتخاب کنه 4 حالت داره، یه شلوار 3 حالت داره، کفش هم 6 تا. گفتم هر وقت و گفتیم بین کارامون ضرب میذاریم، یا گفتیم جمع میذاریم. الان و دیدی بچه ها میفهمید؟ یه ریاکشن نشون بدید ببینم. خب پس جوابش میشه چقدر؟ 72 تا. تازه اینا مثال دستگرمی مونه، حالا هنوز به مثال سخت نرسیدیم بچه ها. میگم من الان امروز میبینید نزدیک 100 تا مثال رو تست هم میکنم براتون. مثال 4 میگه در کشوری نوع اتومبیل در 3 مدل، 7 رنگ، 3 حجم موتور و 1 گیربکس تولید میشه. پس من بخوام اتومبیل انتخاب کنم چیاشو باید بدونم؟ مدل، رنگ، حجم موتور، نوع گیربکس. ببین نمیگه یا رنگ انتخاب کنم یا مدل، باید مدل رو بگی، رنگ رو بگی، حجم موتور رو بگی، گیربکس هم بگی. خب نگاه کن، پس شد مدل و رنگ و حجم موتور و گیربکس. خب بچه ها برای مدل چند حالت داریم؟ 3 تا. رنگ 7 تا، حجم موتور 3 تا، گیربکس 1. خب که میشه 63. سوال اینه، نگاه کن صورت سوال چی گفته. گفته با افزودن 1 مورد به کدام تغییر بیشتر ایجاد میکنه؟ یعنی من استاد فایل کلاس برای مایی که تو کلاس هستی میشه بفرستید؟ نصران حسنی، مگه من شماره پشتیبانی بهتون ندادم؟ گفتم اگر قصد شرکت در کلاس دارید بگید جزوه رو بهتون میدم. بعد کلاس هم پر شده شو من رو همین سایت هم قرار میدم. نگاه کن میگه افزودن 1 مورد به کدام تغییر بیشتر ایجاد میکنه. خب بچه ها من مدل رو 4 تا کنم تغییر بیشتره، رنگ رو 8 تا کنم، حجم موتور رو 4 تا کنم، یا گیربکس رو 2 تا کنم؟ خب میگه کدومش رو یه دونه اضافه کنم تغییر بیشتری دارم. ببینید اگر قرار شد بیشترین تغییر رو داشته باشید باید توی ضرب به کمترینشون اضافه کنید. یعنی الان من اگه به گیرباکس هم یه دونه اضافه کنم، نگاه
گیرباکسام یه دونه بوده بشه دوتا، جواب میشه 126. حالا ممکنه بگی نه آقا رنگ جواب. خب بیا این الان میشه بیشترین تغییر، بیشترین تغییر. حالا کمترین تغییر رو بگم، 3 7. حالا مثلا بیاید به رنگ یه دونه اضافه کنیم بشه 8 تا، 3 8 3 1. خب این میشه 72. این چی میشه؟ کمترین تغییر. پس الان تو این سوال برای اینکه بیشترین تغییر اضافه بشه گیرباکس بعد یه دونه اضافه میشد. اگه میگفت کمترین تغییر ایجاد بشه رنگ، این دقیقا الان این سوال مثلا سوال کتاب آبی قلم چی بود، گزینه هاشو پاک کردم. سوال بعدی میگه به چند طریق میتوان جدول زیر را با سه رنگ آبی، قرمز، مشکی رنگ کرد به طوری که خانه های مجاور هم رنگ نباشد. بچه ها قراره خونه های مجاور هم رنگ نباشه، همه خونه ها میخوایم رنگ بشه، یعنی خونه اول رنگ بشه و خونه دوم رنگ بشه و خونه سوم رنگ بشه و خونه چهارم رنگ بشه و خونه پنجم رنگ بشه و گفتیم زرد بذاریم. حالا پس و گفتیم چی میذاریم؟ زرد. حالا دقت کن، خب حالا دقت کن، یه بار دیگه هم توضیح میدم این بالایی هرم بذار اول بالایی رو یه بار بگم جا بیفته بعد اینو بگم، شما روش فکر کنید. بالایی گفته بود یه اتومبیل بخوای انتخاب کنی 3 تا مدل وجود داره، 7 تا رنگ، 3 تا حجم موتور، یه گیرباکس. کدومش رو یه دونه اضافه کنیم، یعنی کدوم آپشن رو یه دونه بیشتر کنیم، تغییراتمون بیشتره. من اول حالت عادی حساب کردم، گفتم خب مدل، رنگ، حجم موتور، گیرباکس همه رو بخوایم در هم ضرب کنیم میشه 63. حالا چون کل حالتامون 63 تا، حالا اومدم گفتم خب به کدوم یه دونه اضافه کنیم بیشترین تغییر رو داره. حالا برای اینکه ضربمون بیشترین تغییر رو داشته باشه به کوچکترین عدد اضافه میکنیم. تو این 4 تا گیرباکس از همه کوچیکتره، یه دونه بهش اضافه کنی بیشترین تغییر رو میده. حالا اگه سوال میگفت کمترین تغییر، به بزرگترین عدد اضافه میکردی، یعنی به 7 یه دونه اضافه میکردی بشه 8. سوال بعدی بچه ها چهارچشمی تخته رو نگاه کنید، خب اصلا حاشیه نرید، سعی کنید خوب گوش کنید، موقع درس هیچ چیز اضافه ای نپرسید. خب میگه به چند طریق میتونیم خونه ها رو با سه رنگ آبی، قرمز، مشکی رنگ کنیم. ببین این آبی، این فرض کن 100 رنگه، این قرمز، این هم مشکی، این 3 رنگ رو داریم، میخوایم این خونه ها رو رنگ کنیم. تو میگی خونه اول رنگ بشه و خونه دوم و خونه سوم و خونه چهارم و خونه پنجم، پس بینشون زرد. میخوام خونه اول رو شروع کنم رنگ کردن، چند تا انتخاب دارم؟ خب میگم یا آبیش میکنم یا قرمزش میکنم یا مشکی، 3 حالت میشه. حالا خونه بعدی، خونه بعدی رو میخوام رنگش کنم، گفته خونه های مجاور هم رنگ نباشد. بچه ها پس خونه بعدی دیگه نباید مثل این باشه، مثلا اگه قبلی قرمز شده این قرمز نمیشه، پس این میشه 2 حالت. دوباره میرم خونه بعدی، خونه بعدی رو میخوام رنگش کنم بعد با مجاورش هم رنگ نشه، مثلا اگه بغلیش مشکی بود این مشکی نمیشه، پس آبی قرمز میمونه 2 تا. دوباره بعدی 2 تا، بعدی هم 2 تا، نیای بگی 3 2 1، اون موقع بعد بعدی‌ها رو بگی 0 و -1، اصلا غلطه. خب میشه 48. 120 نمیشه بچه‌ها، یک موبینا اصرار داره که 120 میشه، نمیشه. مینا ببخشید اشتباهی گفتم موبینا. میگه به چند طریق میتونیم خونه های جدول با سه رنگ آبی، قرمز، مشکی رنگ کنیم به طوری که خونه های مجاور هم رنگ نباشد. درسته؟ چند تا خونه داشتیم کلا؟ 5 تا خونه. خب با سه رنگ میخوایم رنگ کنیم. از چپ شروع میکنم، اولی رو بخوام رنگ کنم هم آبی میشه هم قرمز هم مشکی، 3 تا اینا. حالا یکیش استفاده شد، خونه بعدی رو بخوام رنگ کنم نباید مثل قبلیش باشه، میشه 2 تا. دوباره اینو میخوام رنگ کنم 3 تا، 100 جلومه، میگم مثل قبلیش نباشه، پس سطل قبلی کنار 2 تا میمونه. دوباره بعدی رو بخوام رنگ کنم میگم مثل قبلی نباشه، 2 تا از 3 تا میمونه. همیشه از 3 تا رنگ 2 تاش میمونه، چرا؟ چون نباید مثل قبلیش باشه. اوکی اگر متوجه شدید میخوام بعدی رو شما حل کنید، مثال 6 با شما بودو. همه حل کنید،
بچه ما داریم جواب سوالا رو حل میکنیم. ستایش الان گفته خانم فاطمه بورکانی، اگه اشتباه نخونم، اشتباه نخونده باشم، یه سوال پرسید اصلا نابودمون کرد. میگه استاد اینا سوالای تستی هن، گزینه میبینی براش؟ اینا مثال های آموزشی هن، میخوایم متنوع از همه قسمت ها مثال حل کنیم بفهمید چه جوری میشه، بعدا به تست هم میرسیم. هم سر کلاس به اندازه کافی تست حل میکنم، هم برای خونتون. شما کافیه امروز یه دو ساعت و نیم سر کلاس باشید، خودتون میفهمید که چه اتفاقی قراره بیفته. خب بعدی میگه میخوایم با 4 تا رنگ 3 تا رس اینو رنگ آمیزی کنیم، این رس درسته؟ خب بچه ها، خب من به عنوان مثال آموزشی گذاشتمش دیگه، تست بهش نمیگیم که فاطمه، بهم میگم مثال. خب ما میخوایم اینا رو با 4 تا رنگ رنگ آمیزی کنیم. گفته مجاوره هم رنگ نشن. خب اولی رو بخوام رنگ کنم چند تا انتخاب دارم؟ مثلا واسه آ 4 تا. حالا بخوام برم سراغ بی نباید مثل آ باشه، پس میشه 3 تا. برم سراغ سی نه مثل آ باشه نه مثل بی، میشه 2 تا. جواب میشه 4 ضرب 3 ضرب 2. بله 24. دمتون گرم اونایی که درست گفتن. الناز درست گفت، نگار درست گفت، سمیرا اشتباهه، نیایش اشتباهه، نسرین قاسمی درسته، آلا گفت 3 تا، یا حضرت عباس 3 تا، یعنی خود رنگا 4 تا هست، اما دستتو بکنی توش 4 تا رو داری. خب یعنی یه دونه رو میخواستیم رنگ کنیم، مثلا تو باید بگم 4 تا رنگ داریم، این دیوار رو رنگ کنیم، چند حالت میگی؟ 3 حالا. خب آقا آ، بچه اول از آ شروع کردم، گفتم آ رو هر رنگی میتونم بزنم، 4 بلد شد. ب رو بخوام رنگ کنم مثل اون نباشه، میشه 3 تا. سی هم میشه، آه منظور داخلی بود، اوکی پس من اشتباه فهمیدم، پس سی میشه چند تا؟ 2 تا، میشه 4 ضرب 3 ضرب 2 24. خب اینم از این. حالا بریم بعدی. بچه هفته پیش راستی من جواب سوالاتون رو نمیدادم، این فکر نکنید چیز بودا، من باکس سوالا ازم دور بود، تقریبا نمیدیدمتون. امروز دیگه حالا این نزدیک گذاشتیم دارم میبینم پیاماتونو. یادتون باشه هفته پیش دفترچه کنکور رو براتون 10 دقیقه یا در کیا بودن هفته قبل؟ کیا بودن اون کار انجام دادیم؟ من تو 11 دقیقه 66% دفترچه رو براشون زدم که ببینن، یعنی سر روز کنکور که 50 دقیقه وقت داره، شما با 10 دقیقهش قراره به کجا برسید، چه کاری بتونید بکنید. تو هیچ درسی هیچ معلمی پیدا نمی‌کنی الان بتونه این کارو برات بکنه، تو اختصاصی ها، حالا عمومی که بحثش شده است. سوال بعدی یه تمرین داره. حالا بچه ها تازه شما کیفیت کار رو، اینکه قراره میگم به اون حالت برسید رو بعد از جلسه امروز میفهمید چرا قراره بهش برسید، یعنی کارهایی که امروز براتون انجام میشه، سوالهایی که حل میکنم و چیزی که بعدش مثلا با حل اینا یاد میگیرید. خب نگاه کنید اینجا رو بچه ها، تعداد حالتهای مهم برای سکه، اگر انتا سکه بندازی همیشه تعداد حالتاش میشه 2 به توان n، برزند میشه 2 به توان n، تاس میشه 6 به توان n. پس همیشه حالت کلی تاس 6 به توان n، فرزند 2 به توان n، سکم 2 به توان n. این 2 و 6 ها از کجا میاد؟ خب اینا از کجا میاد؟ 2 مثلا سکه 2 حالت، پشت رو، یا مثلا بچه 2 حالت، پسر و دختر، ولی مثلا تاس چند حالت؟ 6 حالت. پس این 6 به توان n به چه درد میخوره؟ این یه سوال پیش نیازه. مثلا مثال 7 رو نگاه، میگه خانواده 5 فرزند دارد، حالات فرزندان به چند طریق ممکنه؟ میشه 2 به توان 5، کلی 2 به توان n بود، 5 فرزندی 2 به توان 5. ب، تاسی رو 3 بار میندازیم چند حالت داره؟ کلی تاس 6 به توان n بود، 3 تا تاس میشه 6 به توان 3. سکه ای رو 4 بار میندازیم چند حالت داره؟ خب سکه رو 4 بار انداختیم میگه چند حالت داره؟ هر سکه 2 حالته، 4 تا سکه میشه 2 به توان 4.
پس خانواده 5 فرزندی 2 به توان 5، تاس رو 3 بار انداختیم 6 به توان 3، سکه رو 4 بار انداختیم 2 به توان 4. بعدی میگه تاسی رو 2 بار میندازیم چند حالت؟ جمع دو تاس 7. بچه ها جمع دو تاس خب جا به جایی توش حالت جدیدیه، مثلا 1 و 5 با 5 و 1 فرق میکنه تو حالتهای دو تاس. الان نگاه کن سوالو، میگه تاسی رو 2 بار میندازیم چند حالت؟ مجموع دو تاس 7. حالتایی که مجموعش 7 اینه 1 و 6، 6 و 1، 2 و 5، 5 و 2، 3 و 4، 4 و 3. تو چند حالت؟ 6 حالت. پس چند حالت مجموع دو تاس میشه 7؟ 6 حالت. خب پس ببین سوال چی گفته؟ گفته تاس رو دو بار میندازیم چند حالت؟ مجموع دو تاس 7. ببین ما حالت کلیاش رو این بالا گفتیم، گفتم سکه همیشه 2 به توان n، سکه همیشه 2 به توان n. خب مثلا 7 قسمت p گفته سکه رو 4 بار میندازیم چند حالت داره؟ میگی 2 به توان 4. فرزندم 2 به توان n، مثلا بگه خانواده 5 فرزندی تعداد کل حالتاش چیه؟ میگیم 2 به توان 5. مرسی. یا مثلا تاس 6 به توان n، مثلا بگم تاس رو 3 بار انداختیم چی میشه؟ 6 به توان 3. حالا یه وقتی هست راجع به جمعش میگه، مثال 8 رو ببین، میگه تاسی رو 2 بار انداختیم چند حالت؟ جمعشون میشه بچه جمع دو تا تاس بخوایم بشه 7، حالتایی که داره چیه؟ 1 و 6، 6 و 1، 2 و 5، 5 و 2، 3 و 4، 4 و 3. چند حالت میشه؟ 6 حالت. خب نکته اینه آقا ما اگه قرار باشه وایسیم اینو بنویسیم که اصلا خیلی طول میکشه، اذیت میشیم. میخوام یه راه یاد بدم برای جمع دوتا، شما باید بلدش باشید. احتمالا حالا بعضیاتون تو مدرسه معلماتون هم گفتن. بچه ها جمع دوتا از 2 شروع میشه، یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 یا 7 یا 8 یا 9 یا 10 یا 11 یا 12. یه بیشتر از این که نیست. امیر حسین گوش کن دیگه، مثال 8 فقط نوشتم آخه، کاری نکردم یه بار دیگه بگم. عزیز من گفته دو تا تاس انداختیم چند حالت جمعشون 7. به خدا دوبارم توضیحش دادم، حالتایی که جمع دو تاس 7 چی هست؟ 1 و 6، 6 و 1، 2 و 5، 5 و 2، 3 و 4، 4 و 3. 6 حالت. حالا من میخوام برای این راه تستی یاد بگیرم از این نکته استفاده میکنم. میگم جمع دو تاس از 2 شروع میشه تا 12، کی 2 جفت 1 بیاد، کی 12 جفت 6 بیاد، درسته؟ کی 3 1 و 2 یا 2 و 1 بیاد. خب بیاید تعداد حالتاشو با هم بنویسیم. اگر جمع دو تاس بشه 2 یا حالته، بشه 3 2 حالته. حالا رابطه رو ببین، بعدی میشه 3 4 5 6 5 4 3 2 1. دیگه وای نمیسیم مثل مثال 8 دستی بنویسیم. نگاه کن، اگر به من گفت جمع دو تاس شده 5 چند حالته؟ میگم 4 حالت. گفت جمع دو تاس شده 8 چند حالته؟ میگم 5 حالت. گفت جمع دو تاس شده 11 چند حالته؟ 2 حالت. حفظ کردنش هم که سخت نیست. جمع از 2 تا 12 اعداد زیرش چیه؟ 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1. اوکی؟ خب الان مثلا نگاه کن، مثلا به تو برمیگردن میگن آقا چند حالت جمع دو تاس شده؟ 9. میگی 4 حالت. چند حالت جمع دو تاس شده؟ 12. میگی 1 حالت. این جدول حفظ باشی دیگه نیاز به نوشتن نیست، چون نوشتنش یه مقداری اشتباه داره، ممکنه یهو اشتباه کنید. اوکی؟ دیگه نوشته استاد؟ بله هفت اشتمالت داره. بچه ها یه بار دیگه شهراتونو میگید، میگم هفته، خب ببینم الان این هفته چه جوریه، چه گالیه، چه راه، کجا بیشتره، کجا کمتره. باشه خانم جمشیدی، ولی به خدا من دارم داد میزنم، تو استودیو همه سردرد گرفتن. بس ازم چه کردم نکیم؟ شیش دقیق من بازم بودم کرمان، شیراز، تهران، کرمانشاه، زاهدان، اهواز، رشت،
ساری، اصفهان، بندرعباس، آبادان. آبادان سالها آموزشگاه نور آبادان درس دادم. جیرفت، بیرجند، تهران، ایرانشهر، رشت، کرمانشاه، رفسنجان، بچه ها ما بجز تهران، تهران اندیشه شهریار که کلاس حضوری داریم، توی شهرهای دیگه فقط خود اهواز من آموزشگاه علم و صنعت آریا حضوری کلاس دارم. یکی هم پرسیده میگم کرمان دخترانه تو آموزشگاه مبتکران فکر میکنم بلوار شیراز میشه و پسرانه آموزشگاه علامه کلاس دارم تو کرمان. قزوینم آموزشگاه قلمچیش، یعنی اینا رو حضوری داریم و تهران. دیگه بقیه شهرها رو همینجوری آنلاینه دیگه. ساری شمالی هم هستن تو کلاس هست. خب حالا این درسی هم که تو کلاس های حضوری میدم تو آنلاین هم میگم. بله علم و صنعت فقط دخترانه است تو اهواز نمیرسه. کلان اکثر فقط کرمان پسرانه داره آقا از این. بقیه جا حتی تهران هم من پسرانه ندارم. سوگند بعد اونو برید خود آموزشگاه بپرسید. خرمشهر یا آموزشگاهی بود 4 سال توش درس میدادم. خب گوش کنید، من کلن بیشتر کلاس همون بچه ها میگه تاکیه تبعیض چرا پسر نمیگید؟ چون مثلا من روزی که میرم به مثال میزنم، من مثلا میرم اهواز، خب من 2 گروه 3 گروه تو یه روز میتونم کلاس برم، 3 گروه هم تا در کلاس دخترانه پره، یعنی دیگه جایی نداره. اگه اینستاگرام ها دیده باشی جمعیت کلاس ها نشون میده دیگه، قطعا وسط اونا که تو نمیتونی بیای بشینی، تایم دیگه ای هم نیست که دوباره بخوایم واسه پسرم کلاس بذاریم. این هفته 7 روزه، اگه خدای کاری کرد هفته بشه 14 روز در خدمتتون هستم. خب توی کانال تلگرام هم عضو باشید، اطلاع رسانی و شماره و همه چیز همه جا هست. همین آنلاینتون هم چجوری ثبت نام کنید تو اونجا شمارهش هست دیگه. خب میگه من اشکال ندارم با دخترها میام، پسرا تو اشکال نداری، اونا اشکال دارن. خب آموزشگاه رو نمیده. خب گوش کنید اینجا رو، میگه با حروف کلمه کامپیوتر چند کلمه 4 حرفی میتوان ساخت به طوری که الف محدودیتی نباشد. بچه ها میخوام کلمه 4 حرفی بسازیم، محدودیتی نباشه. یه چیزو بگم، اینجا منظورش از این که محدودیتی نباشد این نیست که تکرار مجازه. این سوال با این که بگه با حروف C O M P U T E R، یعنی مثلا اینو اینجوری بنویسه فرق میکنه. اگر حروف رو جدا جدا نوشت یعنی تو هر چند تا میخوای ازش بردار، پس تکرار مجازه. ولی وقتی مثلا میگه با حروف کلمه کامپیوتر، یعنی یه دونه C داری، یه دونه O داری، یه دونه M داری، حالا محدودیتی نباشد یعنی چی؟ یعنی دیگه هر جوری میخوای همینا رو بچین. پس تو کلمه سازی اگه یه کلمه داد گفت با حروف فلان کلمه، منظور اینه که آقا تکرار نداره، همون تعدادی که خودشه، من اینکه تو خود کلمه تکراری باشه. خب الف گفته محدودیتی نباشد. خب کلمه 4 حرف داره، حرف اول و حرف دوم و حرف سوم و حرف چهارم، بریم ضرب دیگه. بچه یه قرار داد، ما کلمه رو از چپ می نویسیم، پس خونه رو از چپ پر کنیم. ریاضی رو از چپ می نویسیم، پس چپ پر کن. فارسی رو از راست می نویسیم، پس خونه رو از راست پر کن. یعنی به ترتیب نوشتن پر کن. خب الان خونه سمت چپ، اینو بخوام پرش کنم چیا میتونه توش بیاد؟ چند حالت داره؟ یا سی میاد، یا او میاد، یا ام میاد، یا پی میاد، یا یو، یا تی، یا ای، یا آر، میشه 8 حالت. خب خونه بعدیم از این 8 یکیش استفاده شده، پس میشه 7 حالت، بعدی 6 حالت، بعدی 5 حالت، پس میشه 8 ضرب 7 ضرب 6 ضرب 5. اوکی؟ این وقتیه که بچه هیچ محدودیتی نباشد. ب حالا اگه میگفت با حروف مثلا با حروف سی و ام پی اینا مثلا بساز محدودیتی نباشه چی میشد؟ این میشد 8 8 8 8. فرقشون رو بدونید پس. خب حالا ب
بهش گفته با حروف صدادار شروع شود. بچه ها حروف صدادار تو کامپیوتر چیا داریم؟ حروف صدادار یه او، یه یو، یه ای. این پایین حروف صدادار رو نوشتم. سوالت. خب من الان تو کامپیوتر سه تا صدادار دارم، پنج تا بی صدا. از صدادارام یکیش استفاده شده، دوتاش میمونه، میره رو اون پنج تا بی صدایه، هفتا میشه. این هفتا رو میذارم خونه، بعدی بعدی شش، بعدی پنج. گرفتی؟ نه. الان تو اینجا هم میتونه هم صدادار بیاد هم میتونه نیاد، ولی خونه اول گفته فقط صدادار، حرف اول صدادار باشه، بقیه رو دیگه به هر هفته حرفی که باقی مونده. کامپیوتر اشرفی بود، از سه تا صدادارش یکیشو اول گذاشتم، حالا دیگه از کل حروف هفتا مونده دیگه، بچین تو بعدی ها چون شرطی نداده. هفت، شیش، پنج. میفهمید؟ خب بعدی میگه با حروف کلمه فوتبال چند تا کلمه میتونیم ننویسیم با فش رو بشه، با ل ختم بشه. خب اینجا منظورش چیه؟ بچه ببینید، سوال نگفته چند حرفی، درسته؟ وقتی نگفت چند حرفی، اینا همه تریک و نکته است که شما باید بلدش باشید. وقتی سوال نگفته، ببین هنوز داریم مثال هم میکنه، یعنی من یک کلمه درس دادم اینقدر مثال هم کردم. شما امروز ببین من دو ساعت هر یک کلمه هم مثال هم میکنم، درسته آنلاینه، ولی انقدر حل میشه که شما دیگه متوجه نکته هاش بشید. سعی کنید فقط سعی کلاس پویا باشید، خواب نباشید که درس رو متوجه بشید و همینجا درس رو بگیرید، بعدا دیگه بعد تست بزنید. خب نگاه کنید اینجا رو، میگه با حروف کلمه فوتبال چند تا کلمه میتونیم بنویسیم با ف شروع بشه، بالا خط بشه. آقا فوتبال چند حرفیه؟ شیش حرفیه. پس کلمه ای هم که من میخوام بسازم باید شیش حرفی باشه. هر وقت سوال نگفت چند حرفی بساز، بعد یه کلمه ای رو به داد، منظور به تعداد اونه. چون فوتبال شیش حرفیه، پس سوال از من میخواد یه کلمه شیش حرفی بنویسم. گفته خب بینشون هم ضربه دیگه، چون میگه حرف اول و حرف دوم و حرف سوم. گفته با ف شروع شود، پس حرف اولمون باید ف باشه، یعنی یه حالت داره. به ل ختم شود، پس حرف آخرمون هم یه حالت داره. حالا فوتبال ف و لش استفاده شده، چیا مونده؟ یه واو، یه ت، یه ب، یعنی چهار تا حرف برام مونده. شروع میکنم خونه ها رو پر کردن. چهار، سه، دو، یک. جواب میشه 24. متوجه حرفم شدید چی گفتم؟ بچه ها یه اوکی به من بدید اگه متوجه میشید. سوال گفته با حروف کلمه فوتبال چند تا کلمه میتونیم بنویسیم با ف شروع بشه، به ل ختم بشه. خب من کاری که انجام دادم، گفتم قراره با ف شروع بشه، با ل ختم بشه. اینو رفرش میکنید باکس سوالا رو. خب با ف شروع بشه، همینجا رفرش کنم. بله خب با ف شروع بشه، با ل تموم بشه. آقا با ف شروع شدن یه حالته، ل هم که یه حالته، پس چهار تا حرف برامون دیگه. شروع میکنم 4 3 2 1، جواب میشه 24. خب استاد کلمات با حروف کمتر هم میشه نوشت؟ قرارداد دیگه یاسمن، ما داریم با هم یه سری قرارداد میذاریم تو مثال. گفتم اگه سوال نگفت چند حرفی، یعنی به تعداد حروف. آره، چون تعداد رو نگفته منظور تعداد. بعدی جمهوری چند کلمه سه حرفی با نقطه دار شروع نمیشود. اینو شما حل کنید، بدارید این با شما. نه سوگند، مگه نگفتم تو کلمه سازی وقتی یه کلمه ای داده که از حروفش استفاده کنیم تکرار مجاز نیست؟ تو فوتبال یه دونه و داری، یه ت، یه ب، یه الف، یکیش اینجا استفاده کردی دیگه تو بعدیا نمیشه. گفتم اگه حروفا اینجوری تو آکولات گذاشت، تو گیومه گذاشت، نوشت تکراری مجازه. سوگند دقت کن حرفمو. بدایید.
میگه با حروف کلمه جمهوری چند کلمه صرفی میتونیم بنویسیم با حرف نقطه دار شروع نشود. خب آقا جمهوری صرفی تعداد نقطه دارش. بچه ها جمهوری چند تا حرف نقطه دار داره؟ یه دونه، دو تا، سه تا، چهار تا؟ جواباتون بیشتر اینه، 160 40. سه مدل جواب اینجا هست. جمهوری بچه ها دو تا حرف نقطه دار داره نه یکی. ببین تو جمهوری رو بخوای جا به جا کنی، یه اول جمله مثل یلدا، یوسف، یه اول جمله نقطه داره، یه وسط جمله مثل امین نقطه داره، درسته؟ حواستون باید باشه که یه نمیتونه بچه ها بی نقطه حساب بشه، اول و وسط جمله نقطه داره. سوال گفته با حرف نقطه دار شروع نشود، پس اولش فقط میتونه میم بیاد، میتونه ه بیاد، میتونه واب بیاد، میتونه ر بیاد. ج و ی نقطه دار حساب میشن، درسته؟ خب پس خونه اول 4 حالت داره. حالا میریم خونه های بعدی رو پر کنیم. ببین بله 4 تا بی نقطه داشتیم، 2 تا با نقطه. از این 4 تا یکیش رفت، 3 تاش میمونه، با 2 تا با نقطه میشیم 5 تا. پس خونه های بعدیمون هم میشه 5 4 4 5 تا، 20 تا ضرب در 4 میشه 80 تا. جواباتون همه چی داشت به جز 80 اون موقع. گرفتی چیکار کردم؟ اینا تو کتاب اصلا مثال داریم شبیهش، با پلنگ صورتی مثال زده کتاب. پس گفته حروف کلمه جمهوری چند کلمه صرفی میتونیم بنویسیم با نقطه دار شروع نشود. جمهوری دو تا حرف نقطه دار داره، هم ج نقطه داره هم یه نقطه داره. خب منتها این میگه با نقطه دار شروع نشه، پس یه هم نمیتونه اولش بیاد، چون یه اول جمله نقطه دار میشه. خب این 4 تا شد. ببین بیا جمهوری. خب از بی نقطه ها یکیش استفاده میشه، خونه بعدی میشه 5، دوباره یکیش استفاده میشه، بعدی هم میشه 4 دیگه. سارا مگه اینجوری نبوده که دوتا با نقطه داریم، نقطه ها یکیش استفاده میشه، سه تاش میمونه با این، این 5، پس خونه وسطی 5، دوباره یکی استفاده میشه، بعدی 4، یکی یکی داریم استفاده میکنیم، کم میشه، بی تکراره. کلا گفت با حروف فلان کلمه کلمه بساز، شما بی تکرار بگیرید. گفت با حروف مثلا A B C D ولی بساز، مثلا اینجوری تو آکولات گذاشت با تکرار. خب بعدی میگه این عبارت چند جمله دارد. بچه ها عبارتمون اینه، X به اضافه Y به اضافه Z، I به اضافه B، C به اضافه D. یه راهش اینه در هم ضرب کنید، من براتون می نویسم معنیشو ببینید. اینا ضربش X A D X B C X B D، هم اینا رو با Y هم داریم، Y و با Z، یعنی Y A C Z A C، Y A D Z A D Z B C. ببخشید Y رو باید بالا می نوشتم، Y B C Z B C Y B D Z B D. خب این که الان معلومه 12 تا جمله است، جواب 12. منتها ما نمیخوایم اینجوری پیداش کنیم. خب ما نمیخوایم اینجوری پیداش کنیم، ما میایم چیکار میکنیم؟ میگیم هر وقت یادیدی جمع میذاشتی. حالا برعکس بگو، هر وقت جمع دیدی یعنی یا، نگاه کن، وقتی گفته X به اضافه Y به اضافه Z یعنی یا X یا Y یا Z، میشه سه حالت. I به اضافه B یعنی یا A یا B، میشه دو حالت. C به اضافه D یعنی یا C یا D، میشه دو حالت، میشه 12. پس این عبارت 12 تا جمله داره. حله شد چند جمله؟ شد 12 جمله. اینجا رنگ های مختلف ماشید داریم. خب حالا قسمت ب گفته شامل Y باشد.
شامل ایگرگ باشه یعنی مثلا اینا. ببین این ردیف که 4 تاست، جواب 4ه. چجوری به دستش بیاریم؟ از پرانتز اولیه فقط ایگرگ رو برداریم، بعدی یا آ یا بی، بعدی یا سی یا دی. چون دیگه تو پرانتز اول نمیتونی بگی یا ایکس یا ایگرگ یا زد. ایگرگ ایکس و زد رو بریز دور. پرانتز دوم یا آ یا بی، پرانتز سوم یا سی یا دی. حله؟ خب اوکیه؟ همه متوجه حرفم شدن؟ گفته این عبارت رو داریم. الف چند عبارت، این عبارت چند جمله داره. گفتم پرانتز x به اضافه y به اضافه z یعنی یا x یا y یا z میشه 3 تا، بعدی یا a یا b میشه 2 تا، جمع دیدی یعنی ضرب، c به اضافه d یعنی یا c یا d 2 تا، 3 ضرب در 2 ضرب در 2 میشه 12. ب میگه شامل y، شامل y باشه یعنی چی؟ یعنی از اولی y برداریم، بعدیا رو دیگه دونه دونه میگه. مثلا ببین a یا b دو حالت، c یا d هم دو حالت. خب یه بار دیگه توضیح دادم، بریم بعدی. اینجوری تشریحش هم اینجا نوشتم. این مثال با من خیلی مثال مهمیه، خوب گوش کنید. بنای عددسازیتونه، تکالیفی که امروز بهتون میدم همش به این قسمت ربط داره. بچه ها این شماره مسئول گرفتن تکلیف شما، 0919 936 27 17. همین الان تو گوشیت سیف کن، بنویس تکالیف ریاضی کلاس آنلاین. خب از این هفته تکلیفایی که بهتون میدم در برگه، ببین الان دارم میگم این ضبط میشه پس داریمش، نگی نگفتی. تکالیفو همیشه توی یه دفتر مرتب و منظم مینویسی، اسمت رو هم بالاش مینویسی، یا عکس یا پی دی اف. با کم اسکنر میتونید پی دی اف کنید. عکس ها رو پی دی اف کن، به صورت یک فایل پی دی اف با اسفامیلت ارسال کن. کجا؟ واتساپ یا تلگرام، هر کدومش راحت تری. تا آخر سال هر هفته باید این کار انجام بدید. اگر انجام ندیدم چی میشه؟ من از یکی دو هفته دیگه که لیست کلاس نهایی بشه لیست داشته باشم، قبل کلاس به من گزارش میدن کی کلاس رو بوده، کی کلاس رو نبوده، کی تکلیف فرستاده، کی نفرستاده. اولا که 3 جلسه متوالی غیبت حذفید بدون پس دادن شهریه. اینو من بهتون میگم چون خیلی جدیم من تو این کار. مورد دوم، به نظر من دانش آموزی که هزینه میکنه باید نتیجه بگیره، یعنی اصلا دست خودت نیست. این موضوع اول. لیست حضور غیاب ما داریم همیشه، بعد کلاس دقیقاً سایت به ما گزارش حضور غیاب. تکلیفم دفعه اول که ننویسی یه جریمه روش میاد، جریمت هم ننویسی تا زمانی که بنویسی از کلاس ها محرومی. حالا اگه مثلا بازم ننویشتی، یه ماه خوزش ننویشتی، اون موقع تعداد غیبت ها دسته تا میره بالا، حذفی. پس اینو حواستون باشه راجع به تکالیف. چیزی که من درس میدم و ازتون میخوام، توصیه هم اینه حضوری سر... ببخشید میگم حضوری، آن تایم سر کلاس باشید. آفلاین میبینم و حالا این هفته رو ولش کن و اینجور کارا رو نکنید. ببین ما یه تجربه بالاخره از شما بیشتر داریم. من امسال که به شما درس بدم، سال 11امیه که درس میدم، جز معلمایی هم هستم که تو کنکور هر سال، ببین مثلا یکی ممکنه تو لیست رزومه‌اشو نگاه کنی بگی من 7 تا شهر درس دادم، ولی سال یکیشو رفته باشه. من 6 7 ساله که هر سال دارم با 5 6 تا استان مختلف کلاس میرم و ارتباط برقرار میکنم با دانش آموزشون، میبینمشون، سوالاشون رو جواب میدیم، درسشون رو میدیم، سطحشون رو میبینیم، شاگردای خوب رو بینشون پیدا میکنیم، میبینیم چی کار کردن چی کار نکردن. یه تجربه خیلی خوبی دارم، یعنی حداقل بهت بگم من اگه این 10 سال سالی 1000-1500 تام شاگرد دیده باشم، الان نزدیک مثلا 15-20000 تا شاگرد دیدم که چی کار کردن. و باور کنید که خیلی از شما رفتارتون مثل هموناست، یعنی اگه تو این کارهایی که من میگم انجام بدی، من روز اول گفتم بپرس هستی بپرس، اگر شما این کارهایی که من میگم از الان تا روز کنکور انجام بدید، من بهتون قول میدم ریاضیتون رو عالی بزنید. اگه همه درسات هم مرتب منظم بخونید میتونید رتبه زیر 1000 هم بیاری.
ولی اگه نه بخوای تنبلی کنی، مثلا ببین الان سر کلاس یه ساعت باشی، یه رو بری نیم ساعت دیگه بیای تیکه تیکه ببینی، پیگیر نباشی. دانش آموز پیگیر پررو من میخوام سر کلاس، یعنی بتونه سوالاشو بپرسه، درس جواب بده، بعد کلاس سری بره جزوهشو پر کنه، فیلم ببینه، رفع اشکال کنه، یعنی پدر ما رو در بیاره. این دانش آموز به نظر من دانش آموزیه که میتونه هر کاری رو تو کنکور انجام بده. یکی هم نوشته استاد خارج از تایم کلاس چطوری میتونیم ازتون سوال بپرسیم؟ من دو هفته دیگه کلاس داشتم، یه هفته سومه. بچه آدرس کانال رو به همتون داده بودم، زیر صفحه جزوه هم هست، درسته؟ اینها این کانال اصلی گفتم اینو عضو شید، ریاضیتی ویدیو هم عضو شید. خب من اونجا آیدیم هست، آیدی تلگرام خودم هست، یا آیدی رفع اشکال هم هست، اینم این اینستاگرام اونجا هم که باز میتونید، ولی خب تلگرام بهتره. خب تلگرام بهتره. بعد اینکه اصلا خودتون کنکور چیکار کردید؟ هستی حالا ببین من چیکار کردم یا نکردمش زیاد در آینده تو تأثیری نمیذاره. نه اینکه نگم، من 70 شدم. خب 70 کشورم شدم. و این قضیه برای شما آنچنان تأثیری نمیذاره. اون تجربه و چیزی که تو درس دادن مهمه به نظر من به شما کمک میکنه. تو اسم و فامیل منو اگر نه رو جزوه هم دیده باشی، اینا همین الان هم اینترنت داری، یا گوگل بزنی رزومه من از صرف تا صدشو برات میاره. خب همه تا این پاسخ میدیم. بچه شما اینا اسم فامیل من هست، تو اینترنت سرچ کنی هزاران هزار نظر، نمیدونم اتفاقاتی که افتاده، جایی که درس دادم، رتبه شاگردام چی کار کردن، نظرات اونا، همه رو برات میاره. اسم فامیل بنویس تو گوگل، بالاخره بعد 10 سال فکر کنم گوگل میشناسه که ما چیکار کردیم بعد این همه سال. خب همین کفایت میکنه. خب بریم سراغ مثال بعدی که میگه استاد آنتراک نمیدی. آنتراک میدم ولی الان زوده، بذارید یکم دیگه. خب بریم سراغ سوال بعدی، مثال 13. میگه باعث من مثالم تموم شد، یا آنتراک میدم 5 دقیقه 10 دقیقه آب و چیزی بخورید بیاید با هم تست بزنید. خب نگاه کن، میگه با استفاده از ارقام 0, 1, 2, 3, 4, 5 چند عدد 4 رقمی میتونی بنویسیم الف محدودیتی نباشد. بچه وقتی میگه محدودیتی نباشد این یعنی چی؟ توی اینا تکرار مجازه، تو عددسازی کلن تکرار مجازه وقتی محدودیت نداریم. فقط حواست باشه صرف سمت چپ نمیاد. مثلا ببین 0, 21, 2, 0, 21 اینا ارقام، اینا عدد دو رقمی هن و 3 رقمی 4 رقمی نیستن، اینا همه دو رقمی هن. خب پس یاد باشه صرف سمت چپ نمیتونه بیاد، یعنی الان خونه اول یا 1 میاد یا 2 میاد یا 3 میاد یا 4 میاد یا 5، 5 حالت داره. خونه های بعدی 0, 1, 2, 3, 4, 5 که میشه 6 حالت. این جوابشه. پس وقتی میگه محدودیتی نباشد یعنی خونه اول 0 نمیتونه بیاد. پس خونه اول چیا میاد؟ 1, 2, 3, 4, 5. خونه های بعدی ولی دیگه همه میتونن بیاد. ب میگه تکرار مجاز نیست. اینا همه مربوط به مثال 13، یعنی از 1 تا 5 رو داریم، 0 تا 5 رو ببخشید. ب که گفته تکرار مجاز نیست، ببین دستای منو اگه نگاه کنید حله. دستای منو ببینید، این دست من 0، این 1 تا 5. 0, 1 تا 5. خب از چپ شروع میکنیم چون عدد سازی از چپه. خونه اول 0 میتونه بیاد؟ نه. پس چیا میاد؟ 1 تا 5. حالا بین 1 تا 5 یکیش استفاده میشه؟ آره محدودیت با تکرار مبینا محدودیتی ندارد، یعنی تکرار مجازه تو این عدد سازی. خب وسط سوال نپرید، قاطی نکنم. 0 داریم 1 تا 5. خب آقا خونه اول 0 نمیتونه بیاد، 5 حالت داره. حالا از این 5 تا قسمت به گفته تکرار ارقام مجاز نیست، پس یکیش میره 4 تاش میمونه، اون 0 هم میاد روش میشه 5 تا. پس خونه بعدی من 5 تا حالت، از این 5 تا یکیش استفاده میشه، بعدی میشه 4، بعدی میشه 3. فهمیدید چی شد؟
خب یه بار دیگه توضیح میدم، جان مادرت گوش کن. گفته از 0 تا 5 چند عدد 4 رقمی میتونیم بنویسیم؟ الف، محدودیتی نباشه. گفتم تو عددسازی وقتی گفت محدودیتی نباشه، تکرار مجازه، همینجوری با مجاز بنویس. فقط تنها چیزی که وجود داره اینه سمت چپ عدد صفر نمیاد، صفر بیاد عدد 4 رقمی نمیشه. پس سمت چپی 1 تا 5 میگیره، بقیه 0 تا 5، 0 1 2 3 4 5. چرا 6 و 7 و 8 نمیگه؟ چون سوال نداد. میشه 5 حالت بعد یا 6 6 6. ضربش هم نمیخوام ازتون، تا همینجاش کافیه. به گفته بود تکرار مجاز نباشد. این سری گفتم این 0 اینم 1 تا 5. خونه اول از این ور شروع کردم دیگه. خونه اول 0 که نمیتونه بیاد، میشه 5 حالت. یکیش استفاده میشه 4 تاش میمونه، یه 0 هم داریم میشه 5 تا. شد 5 تا، بعدی 4 تا، بعدی 3 تا. بریم بعدی. گفته فرد بدون تکرار. چی گفته؟ فرد بدون تکرار. خب عددی فرده که یکانش فرد باشه. بچه‌ها من به شما گفتم کلن از سمت چپ شروع کنید. حالا یه استثنا میگم. اگر سوال رو خونه شرط گذاشت، اول خونه شرط رو پر کن بعد از چپ. الان اینجا نگاه کن، گفته عدد فرد، عددی فرده که یکانش فرد باشه. پس اینجا این میشه خونه شرط. شما اول خونه شرطت رو پر میکنی بعد از چپ. نگاه کن، گفتم عددی فرده یکانش فرد باشه، پس یکان من یا یک میاد یا سه میاد یا پنج میاد. سه حالت بین یک سه پنج. چجوری یک سه پنج رو نشون بدم؟ این یک سه پنج، بین یک سه پنج یکیش استفاده میشه، درسته؟ دو تاشون میمونه. با دو و چهار میشه چهار تا عدد، با صفر میشه پنج تا. خب بذار اصلا رو تخته بنویسم، دستم درد گرفت. صفر یک دو سه چهار پنج، بین یک سه پنج یکیش استفاده میشه مثلا یک. حالا میریم از چپ شروع میکنیم. صفر که نمیتونه بیاد، یا دو میاد یا سه یا چهار یا پنج، میشه چهار حالت. یکیش استفاده میشه، بعدی صفر اضافه میشه، باز چهار، بعدی سه. گرفتی چی گفتم؟ یا اوکی تا اینجاشو بهم بدید. ببین گفتم همیشه از چپ شروع میکنیم مگر اینکه چی داشته باشیم؟ خونه شرط. خونه شرط داشتیم، اول خونه شرط رو پر میکنیم بعد از چپ ادامه میدیم. الان خونه شرط من یکانه، پس یکانم یا یک یا سه یا پنج، سه حالت داره. بعدش دیگه از چپ ادامه میدیم. خب بین یک سه پنج یکیش استفاده شد از این یک تا پنجه. یک سه پنج بالاخره یه فردی رفته، حالا یکی چهار تاش مون. این بعد چهار میذاریم، بعدیش سه میذاریم، منتها صفر هم میتونه وسطا بیاد، درسته؟ صفر هم اضافه میشه، باز میشه 4 و 3. دو بار توضیح دادم. حالا نکته بعدی، هر قسمتش یه نکته داره بچه‌ها. بعدی گفته زوجه بدون تکرار. چه عددی زوجه؟ بچه‌ها عددی زوجه که یکانش زوج باشه. نکتهش چیه؟ میگیم در سوالات، آره یاسمن، میگیم در سوالات، خب در سوالات این قسمت یعنی کلن سوالات عددسازی، اگر بدون تکرار بود، صفر تو خونه شرط با کسی شریک نمیشه. خب خونه شرط بستگی به سوال داره، یه سوال دو تا خونه شرط داره، یه سوال یکی داره. خب بستگی داره. نگاه کن اینجا رو. الان بعدی گفته زوج بدون تکرار. میگیم صفر تو خونه شرط با کسی شریک نمیشه، یعنی تو نمیتونی بگی یکانم یا صفره یا دو یا چهار. صفر میگه من شریکی قبول ندارم. پس یه بار صفر رو جدا بذار، دو چهار رو جدا بذار. اگر اینجا صفر بیاد برام یک دو سه چهار پنج میمونه، بقیه خونه ها راحت پر میشه. پنج چهار سه، صفر یک دو سه چهار پنج. اگر دو یا چهار بیاد، یکی از بین دو تا چهار بیاد، یکیش میاد یکیش میره، صفر میمونه با یک دو سه چهار، یک دو سه و پنج. خب صفر که خونه اول نمیاد، میشیم چهار تا، یکیش استفاده میشه، بعدی صفر هم میاد، چهار سه. دقت کنید دلیلش واضحه، چون ما نمیتونیم تشخیص بدیم یکان چی اومده اگه سه تاشو با هم بذاریم. یکان صفر بیاد این ور پنج حالته، یکان دو چهار بیاد این ور چهار حالته. گرفتی چی گفتم؟ ببین یکان اون ور خونه هزارگانمون عوض میشه، به این خاطر
تو اینجوری یاد بگیر صفر تو خونه شرط با کسی شریک نمیشه. حله؟ صفر تو خونه شرط با کسی شریک نمیشه. جداش کن بنویس. بعدی قسمت سه گفته مضرب پنج بدون تکرار. عددی مضرب پنجه که یکانش یا صفر باشه یا پنج. خب یکانش یا صفره یا پنج. اگر صفر باشه اون موقع چیا برام میمونه؟ یک دو سه چهار پنج میشیم پنج چهار سه. اگر یکانش پنج باشه میمونه صفر یک دو سه چهار. سمت چپ صفر میتونه بیاد؟ خب حمیده گوش کن، گفتم صفر تو خونه شرط به کسی شریک نمیشه، یعنی جداش کن. الان صفر رو بذارم یکان چون میخوام مضرب پنج باشه. اون بر چی میشه؟ پنج چهار سه. پنج تا عدد مونده دیگه، خونه اول پنج تا، بعدی چهار تا، بعدی سه تا. اگر پنج بیاد توی یکان اون بر بخوایم شروع کنیم، صفر که نمیتونه بیاد، اولی چهار حالت داره، بعدیش هم یکی از اینا میره سه تاش میمونه ولی صفر اضافه میشه، باز چهار حالت داره، بعدی سه. بعد جواب اینا با هم جمع میشه چون میگیم یا اینه یا اینه. گرفتی چی گفتم؟ پس صفر تو خونه شرط شریک نشد. تو تم همین بود، همینه. گفته بود زوجه بدون تکرار، عددی زوجه یکانش زوج باشه، پس یا صفره یا دو چار. همه رو با هم نمیشه نوشت صفر و دو چار. صفر تو خونه شرط با عشقی شریک نمیشه، جداش کردم. صفر رو جدا بذار، پنج چار سه. چرا؟ چون پنج تا عدد مونده دیگه، خونه اول پنج تا بی تکراره، یکیش استفاده میشه، بعدی چار، بعدی سه. دو چار بذاریم چی؟ چار چار سه. قسمت جیم گفته عدد بزرگتر مساوی 3000. بچه عدد بزرگتر مساوی 3000 دیگه تکراری داره دیگه، چون نگفته که بی تکرار. خب ما با 0 تا 5 میخوایم بنویسیم. ببین اینجا خونه اول یا 3 میاد یا 4 میاد یا 5 میاد. چرا؟ 3 بیاد میشیم 3000 خورده ای، 4 بیاد میشیم 4000 خورده ای، 5 بیاد میشیم 5000 خورده ای. این همه بزرگتر مساوی 3000. ولی مثلا یک و دو بیاد قبول نیست، یک بیاد میشیم 1000 خورده ای، دو بیاد 2000 خورده ای. پس این چند حالت داره؟ سه حالت. حالا کل ارقاممون اینا بود، تکراری هم که گفته مجازه، پس بعدی ها 6 6 6 بر خونه اول مهم بود اینجوری بشه. یه اوکی به من بدید برم بعدی. بدو یا اوکی به من بدید. چرا ج تکراری قبوله؟ گفتم در عدد سازی سوال هیچی نگفت، تکرار مجاز است. الان گفته بزرگتر مساوی 3000، این 3000 بی صاحب خودش 3 تا صفر داره، یعنی تابلو تکرار مجازه تو سوال. درسته؟ آره؟ خب. یکی میگه استاد کلش از اول میگه اینترنتم قطع شد. دیگه بعد آفلاین ببینی. چون یه رو ده دقیقه طول کشید من اینو گفتم، دوباره از اول بگمش، هر کدومش هم دوزه دو بار سه بار گفتم. خب گفته عدد بزرگ مساوی 3000، میگیم خونه سمت چپش یا 3 میاد یا 4 یا 5. 3 بیاد 3000 خورده ای، 4 بیاد 4000 خورده ای، 5 بیاد 5000 خورده ای. درسته؟ بله. خونه های بعدیش تکرار مجازه چون هیچی نگفته. بله نگار، تو قبلی ها که اینجا دو حالت کردیم جواباش با هم جمع میشه،
اونو ضرب می‌کنی، اینو ضرب می‌کنی، با هم جمع می‌کنی. خونه‌های بعدی تکرار مجاز، یعنی 0 تا 5 همه میان 6 6 6. فقط خونه هزارگان یا 3 میاد یا 4 یا 5. 3 بیاد 3000 خورده ای، 4 بیاد 4000 خورده ای، 5 بیاد 5000 خورده ای. دیگه بیشتر از اینم که عدد نداشتیم بدیم. بعدی میگه آ بی سی غیر تکراری ان. بچه آ چه حالتایی رو میتونه به خودش بگیره؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. قبول دارید؟ آ فقط اینا رو میتونه بگیره، درسته؟ به چی رو میتونه بگیره؟ به 0 رو میگیره و 1 2 3 4 5 6 مثلا همینجوری میره جلو. منتها چون گفته بدون تکرار، همه اینا رو نمیگیره. به ما میگه A, B, C رقم‌های غیر تکراری هم چند عدد به این فرم میشه نوشت. تو فقط کافیه توی این مدل سوالا تعداد حالت‌های A, B, C رو پیدا کنی. یعنی بگی که A چند حالت داره، B چند حالت داره، C چند حالت داره. بچه ها اون B و A آخر همینان. مثلا من نگاه کن، صفر بیاد که جوابو صفر میکنه. مگه من گفتم تعداد حالت ها صفره؟ عدد صفر یک حالت انتخابه. خانم اسکندری گوش کن، متوجه میشم. ببین ما میخوام یه عدد بسازیم. خب اینجا هم گفته آه، اینجا هم گفته بیه، منتها اینا یه حالت بیشتر نداره. میدونی چرا؟ آقا من میگم هر رنگی لباس پوشیدی، هر لباسی پوشیدی، منم همونو میپوشم. اوکی؟ هر چی پوشیدی منم همونو میپوشم. حالا به تو میگن تو 3 تا انتخاب داری، درسته؟ مثلا میگن 3 رنگ لباس داری، 3 تا انتخاب داری. من چند حالت انتخاب دارم؟ هیچی. تو قرمز بپوشی قرمز میپوشم، آبی بپوشی آبی میپوشم، مشکی بپوشی مشکی میپوشم. بس جفتمون با هم اینجوری میشیم، یا جفتی قرمز یا جفتی آبی یا جفتی مشکی. من هیچ حالت انتخابی ندارم. گرفتی درفمو؟ اینجا ما همینه، گفته آبی سی آبی، یعنی آبی بعدی مثل این آبی این ورین. حالا خونه اول رو بخوایم پر کنیم، صفر نمیتونه بیاد. از 1 تا 9 میشه 9 حالت، 1 تا 9 میشه 9 حالت. یکی از اینا استفاده میشه، 8 تاش میمونه، صفر هم بهش اضافه میشه، میشه 9، بعدی هم 8. فهمیدید؟ پس تعداد جوابایی میشه اینقدر. میگه میخوام یه عدد 5 رقمی به این فرم بسازیم. ببین تو هر چیزی خونه اول گذاشتی، این خونت هم همینه. خواهد اینجا بی آ بود، حالا اونش مهم هم نیست. اول هرچی گذاشتی خودکار، آخر هم همونه، جریان همون لباس پوشیدن هست. بعد مثلا تو اینجوری نگی، بگی نه من 3 تا انتخاب دارم، تو هم 3 تا داری. اگه تو 3 تا داشته باشی منم 3 تا، 3 تا میشه 9 حالت. میشه بگیش آیا من 3 تا داشتم تو هم 3 تا، تو میتونی قرمز بشی من آبی. دیدی؟ پس این 3 حالت نیست، من 1 حالت دارم. من فقط چیزی که تو پوشیدی رو میتونم بپوشم. اینجا هم همینه. این خونه میگه خونه اول هر چی پوشید منم همون، هر چی برداشت. این خونه میگه خونه دوم هر چی برداشت منم همون. پس این دوتا یه حالتن، بقیهش. خونه اول صفر که نمیگیره، یا 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 یا 7 یا 8 یا 9. خونه دوم صفر میگیره، از 1 تا 9 هم چون گفته بدون تکرار 8 تاش میمونه، رو هم میشه 9 تا، بعدی هم 8 تا. ساعت چنده؟ بچه ها ببینم چی مونده. 3 تا مثال مونده. این 3 تا رو بگم یا آنتراک میدم؟ این 3 تا رو بگم بعد آنتراک بدیم دیگه. بذار مثالمون تموم شه. میگه یه آزمون داریم شامل 10 تا سوال 4 گزینه‌ایه. میخواد به اینا جواب بده. به چند طریق میتونه این کار رو بکنه؟ الف مجبوره به همه جواب بده. خب 10 تا سواله، 10 تاست. سوال اول چند حالت جواب دادن داره؟ 4 حالت، یا الف یا ب یا جیم یا دال، چون مجبوره جواب بده. بعدی هم 4، بعدی هم 4، همینجوری 4. جواب میشه 4 به توان 10. درسته؟ 4 به توان 10. ب میگه میتواند سوالها را بدون جواب هم بگذارد. آقا این سری سوال اولو بخوای جواب بدی چند حالت داری؟ 5 حالت.
یا الف یا ب یا جیم یا دال یا نمیزنی، چون میتونی بی جواب بذاری. بعدی یا الف یا ب یا جیم یا دال یا نمیزنی، پنج 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 جواب میشه پنج به توان ده. گرفتید؟ وقتی میگه میتونه جواب بده میتونه جواب نده، یا حالت نزدن هم اضافه شد، چون نزدن هم یکی دیگه. من یه تست بذارم جلوت بگم چند حالت پاسخگویی داره، میگی پنج حالت، یا الف رو میزنم یا ب رو میزنم یا جیم رو میزنم یا دال رو میزنم یا نمیزنم، تو بعدی دوباره پنج 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 به توان ده. ولی اگه بگم مجبوری جواب بدی، اولی الف ب جیم دال، بعدی الف ب جیم دال، بعدی الف ب جیم دال، همینجوری میره جلو. مثال 16 میگه پلاک اتومبیلی به این صورت بدون صفرم هست. چند حالت داریم که رقم زوج سمت چپش باشه، رقم فر سمت راستش. بچه ها این پلاک 5 تا خونه داره، این وسط که به اینا این ستاره ها خونه هاشه. میگه سمت چپش زوج باشه، سمت راستش فرد باشه. یه سوال، این ورش بخوایم زوج باشه چند حالت داره؟ چه عددی میتونه بیاد؟ غیر صفر هم گفته. خب ایناست دیگه، 2 4 6 8 چهار حالت. اون ورش فرد باشه چی هست؟ 1 3 5 7 9. پلاک تکراری داره یا نداره؟ داره دیگه، پس خونه های وسط همه 9 هست. از یک تانه همه رو میتونم بگیرم. بچه وقتی عدد نداده یعنی همون ارقام صفر تانه. بعد اینجا گفته بدون صفر، پس میشه فقط یک تانو. سمت چپش زوج باشه 2 4 6 8 میگیره، سمت راستش فرد باشه 1 3 5 7 9 میگیره، وسطی هم که همه چیو میگیرن، یک تانو همه رو میگیرن، چون پلاک تکراری داریم. الان پلاک ماشینی که تو حرف تکراری هست ندیدی؟ خب سوال آخر، مثال 17. فقط برای مثال 17 نیاز به این داریم که تابع چیست. بچه ها میتونید توی یک تعریفی بگید تابع چیست؟ ببینم بلدید تابع رو. تابع چیست؟ پر شده جزوه رو راستی گفتم، ها بهتون میدیم. از پاسخهای گویاتون هیچکی نمیگه تابع چیست. نمیدونم در چت بره. آقا به تو یکی میگه آقا تابع یعنی چی؟ تو بهش چی میگی؟ اینو میخوای به یه زبه بچه پنجم ابتدایی میخوای بگی تابع یعنی چی؟ یازده سال درس خوندی، تابع یعنی چی؟ خب یک عدد تو مجموعه اول رو به یه عدد تو مجموعه دوم مرتبط کنه. بعدی یک تابع از مجموعه آ به مجموعه بی رابطه بین این دو مجموعه است که در آن هر عضوها دقیقا یک عضو از بی رو میگیرد. مبحث دربندی، خط عمود یک به یک نقطه قطع بشه میشه تابع یک به یک. هر مؤلفه فقط یه مؤلفه دوم وصل بشه دارای دو مؤلفه است. بچه ها مرسی. خب یه چیزای اوکیه. حالا من یه راه بگم که تو تستا به کارمون بیاد. بچه ها تابع یعنی قانون. قانونش هم ما اینجوری میذاریم، میگیم قانون قانون ازدواجه. خب مؤلفه های اول خانومن، مؤلفه دوم آقا. خب پس مؤلفه های اول خانومن، مؤلف های دوم آقا. حالا بعدا تو فصل تابع اصولی درستش رو میگم، ولی خب اینجا برای اینکه تو ذهنمون بمونه یه چیز سریع میخوایم بگیم یاد بگیم. تابع بودن مثل ازدواج. الان نگاه میگه از مجموعه فلان به فلان چند تا تابع میشه کشید. خب مجموعه اول 4 تا عضو داره، من 4 تا خانوم بکشم، همونطور که میبینید این 4 تا خانوم. اوکی؟ نقاشیم خوب نیست. اینم به بی، بی هم 4 تا آقا هست. خیلی هم خوب کشیدم شما، 4 تا هم آقا هست. آقا میگه چند تابع میشه کشید، انگار میگه اینا به چند طریق میتونن ازدواج کنن. تابع ازدواج.
به زن اولی، زن هم اولویت با خانم هاست، خانم ها مقدم ترن، اینجا اینجوریه. به اولی میگن شوهر انتخاب کن. چند تا انتخاب داره؟ بچه ها چند تا انتخاب داره؟ 4 تا. یا این چون A B C D بود دیگه مجموعه دومی. پس اولی 4 تا انتخاب داره. خب بعدی بچه ها چند تا انتخاب داره؟ بعدی چند تا انتخاب داره؟ بعدی هم 4 تا. میدونی چرا؟ خب مثلا اینو انتخاب کرده، اینم اینو، این طبق قانون اشکالی نداره، مرده 2 تا زن داره، ناصرالدین شاه بیشترش هم داشته. پس بعدی هم 4 تا. بعدیش چی؟ سومی هم باز 4 تا. بعدی هم 4 تا. میشه 4 ضرب در 4. این برعکسش امکان پذیر نیست، چون قانون گفتم تابع یعنی قانون، این الان تابع نیست، ولی این تابع است. این تابع است، یه مرد 4 تا زن داره، قانون دیگه. حالا شده، حالا قانون اخلاقی نیست، ولی خب ما مجبوریم برای که شما بفهمید گفتیمش. اوکی؟ خب فمینیست ها اگه حمله نمی کنن این قسمت اولش. قسمت دومش میگه چند تابع داریم حتما توش سه و بی باشه. این خانم سه بود، اینم بی بود. آقا نفر اول چند تا انتخاب داره؟ نگی 3 تا. نفر اول هم میتونه بی رو انتخاب کنه. گفته سه و بی داره، نگفته که بقیه نمیتونن انتخابش کنن، دلشون میخواد اونا هم انتخابش کنن. پس نفر اول باز میشه 4، بعدی هم میشه 4، سومی فقط میگه من بی رو میخوام، یه حالت داره، بعدی هم 4. حالا مورد آخر تابع 1 به 1. تابع 1 به 1 دیگه اون مورد اخلاقی درستشه. هر زنی یه شوهر داره، هر مردی هم فقط یه زن داره. نگاه کن، زن اول چند تا انتخاب داره؟ 4 تا. 4 تا انتخاب، بعدی 3 تا، بعدی 2 تا، بعدی 1. ببین این 4 تا باشه، بعدی دیگه نمیتونه شوهر اون انتخاب کنه، چون 1 به 1. بعدی 3 تا، بعدی 2 تا، بعدی 1. فرق تابع و تابع 1 به 1 رو پس فهمیدید چیه دیگه؟ بکنم یادتون بمونه حداقل تو این فصل. حل بچه ها؟ بچه ها؟ ساعت دقیق چنده؟ 8:46 دیگه. بچه ها یا انتراک برید 55 دقیقه سر کلاس باشید، میخواییم تست بزنیم. 8:55 دقیقه تا 9:30 کلاس هست، میخواییم تست بزنیم، برید بیاید.